حقایقی از وقت اول ظهر رو بگیریم و انشاءالله من سخن رو کوتاه می‌کنم که دوستان به فرضیات دیگر برسند. قدیر تنها یک آبگیر و برکه کوچک در بیابان خشک و سوسان حجاز نیست، نه چشمه آب حیات که اقیانوس آب حیاتی است در کویر تاریخ برای جانهای تشنه‌ای که عظمت و آزادی و فردگی رو طالبند. و شگفتا که با وجود این اقیانوس موج‌خیز بسیاری از جانها همچنان تشنه مانده است. سخن گفتن از امام امیرالمومنین علی بن ابی طالب سهل نمودن است. سهل است چون این وجود مبارک سرشار از همه عظمت‌ها، زیبایی‌ها و فضیلت‌هایی است که هر کس با هر نگاه با مختصر انصافی میتواند این زیبایی ها رو ببیند و ممتنه است چون چنان این شخصیت پر جفا و پیچیده است که نه تنها نمیتوان به کنه آن رسید و نمیتوان در وجهی از وجوه آن متوقف کند. علی با این عظمت اما مافوق انسان نیست، چرا که برتر از انسان در این جهان فقط خداست. اینکه بگوییم علی مافوق انسان است مدح علی نیست، علی انسان مافوق است، انسان برتر است، زیرا الگوست و الگو باید از جنس همان ها باشد که باید بر اساس آن الگو تربیت شوند. علی انسان است، انسان برتر است. در حکمت معنوی ما مسلمان ها، یعنی اونچه که در دنیای اسلام و پس از اسلام تحقق پیدا کرد، متاسفانه به خاطر استیلای ظاهر پرستی و ظاهربینی که گاه با عوام فریبی و عوام زدگی نیز همراه شده است، کمویش مورد غفلت قرار گرفته است و ما باید بازگردیم به آن سرچشمه. در حکمت معنوی ما انسان لب و لباب آفرینش است و این مسئله از قرآن به صراحت استنباط می شود. گرچه حکمت معنوی ها ما متأثر از حکمت یونان و نیز نو افلاطونی است، ولی در پرتو آموزش وحی الهی و قرآن به آفاقی دست یافته است که اونچه در یونان قدیم یا اسکندریه بوده است هرگز به اون آفاق دست نیافته است. طبق حکمت معنوی انسان به تعبیر رایج و روزنامه آن گل سرسبد کائنات است و نیز به تعبیر عرفانی آن مغز و لب و لباب هستی است، یعنی همه آفرینش برای انسان خلق شده است. انسان غایت و هدف آفرینش است و طبق این حکمت معنوی هر مرتبه از وجود در بردارنده امتیازات مراتب قبلی است. یعنی نبات همه امتیازات جماد را دارد، به علاوه امتیاز دیگر حیوان همینطور و انسان نیز همه امتیازات مراحل قبلی وجود را دارد و البته این وجود طبیعی است، نبات و جماد و حیوان و جهان، یعنی ملک و ملکوت که قبل از عالم ملک ملکوت آفریده شده است، هم از نظر آفریدش هم از نظر رتبه، گرچه اونجا زمان نیست. انسان در بردارنده همه امتیازاتی است که در ملک و ملکوت است و این نشانه کرامت ذاتی انسان است که خداوند فرمود لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم البحر و البحر
فضلنا علی کبیر من خلقنا تفضیلا، ما آدمیان را کرامت بخشیدیم و بر دریا و خشکی مستولی کردیم و بر بسیاری از آفریده ها برتری دادیم. این کثیر من بیانی است، نه من تبدیز، نه این که در آفرینش موجوداتی هستند که انسان از بعضی از آنها یا بسیاری از آنها برتر است، بلکه آفرینش که کثیر است، کثیر من خلقنا، انسان بر همه آفرینش کثیر برتری دارد. و این نشانه کرامت ذاتی انسان در بینش حقیقی اسلامی است و به همین دلیل انسان هم دارای حرمت است و هیچ ستمی بالاتر از تحقیر این انسان، محدود کردن آزادی این انسان، جلوگیری از رشد این انسان نیست. هیچ ستمی بالاتر از این نیست. البته این عظمت نه به این معناست که همه انسان ها بالفعل دارای این موقعیت هست، بلکه انسان دارای استعدادی است که می تواند به اون مرحله عالی و بالا برسد و این استعداد و زمینه رو همه انسان ها دارند. و البته که در صحنه وجود به عنایت ویژه الهی انسان های کاملی هستند که به این درجات رسیدند. دیگران هم باید تلاش بکنند که به این مرحله برسند، گرچه باز نیازمند عنایت ویژه الهی هستند. این امر پارادوکسیکال یا تناقض‌نمایی که در زمینه اراده الهی و نیز اراده انسانی وجود دارد، که انسان چقدر به دست خودش هست که اکتساب بکنه بزرگی‌ها را و چقدر خدا باید بخواهد، و از مسائل پیچیده و غامض عرفان و حکمت معنوی و حکمت به طور کلی است، در شعر بلند حافظ این امر تناقض‌نما تجلی کرده است که گرچه وصالش نه به کوشش دهم، هر قدر این دل که توانی بکوش. به هر حال ما باید بکوشیم تا با اون درجات برسیم. و بدون تردید امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یک نمونه والای انسان کاملی است که به اون درجه اوج رسیده است و به همین جهت هم الگو و اسوه است. البته این را از یاد نبریم که علی ابن ابی طالب خود دست برده ذات مبارک حضرت نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است و به تعبیر آن دانشمند بزرگ غیر مسلمان که گفت من به پیامبر اکرم احترام میگذارم و به ایشان ایمان میآورم، چرا که علی ابن ابی طالب گفته است من عبد من عبید محمد. و خود علی ابن ابی طالب افتخار میکرد که غلام پیشگاه حضرت نبی اکرم باشد و مدینه العلم و علی بابها، و از این جهت هم علی باب پیامبر است، از راه علی میتوان به مقام پیامبر رسید. به هر حال علی ابن ابی طالب از انسان‌های برتر و اسوه است در عرفان، اخلاق، شجاعت، عفت، تقوا، عدالت. تمام کسانی که مختصر انصافی داشتند گواهی دادند به اینکه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب همه این امور را در اوج خودش داشته است که من در اینجا نمیخواهم مصدع اوقات بشم. با توجه به شرایطی که ما داریم و زمان ما و بعد اون چی که برای ما بیشتر قابل درک و لمس هست، من یک نکته ای رو در مورد امیرالمؤمنین ذکر میکنم و خاتمه میدم این بحث رو. و معذرت میخوام از نظر شما خانم و آقایان عزیز، فرهیختگان، فرزانگان، هنرمندان و اندیشمندان که تحمل میکنید صحبت‌های من. از امتیازات علی ابن ابی طالب در میان سایر اولیا و پیشوایان ما این است که توانست برای مدت کوتاهی حکومت ظاهری رو هم به دست بگیرد. گرچه قدیر نشانه این است و اعتقاد ما شیعه این است که در روز قدیر از طرف خدا و پیامبر ایشان به عنوان انسان شایسته‌ای که هم انسان شایسته است که رهبر او علی باشد و هم علی شایستگی این دارد که بر انسان و انسانیت حکومت بکند، معرفی شد. اما به هر دلیل این حکومت به تعویق افتاد تا مدت ها بعد. اما علی با همه شایستگی و با اینکه
منصوب از طرف خدا و پیامبر بود و اعلام این شایستگی شده بود، امتیاز بزرگ علی ابن ابی طالب این بود که جز به رأی و رضایت مردم حاضر نشد. حالا در روزگار ما که مسئله دموکراسی و مردم سالاری مطرح است و محور و مدار حکومت رأی مردم است یا باید باشد، این برای ما در 1400 سال پیش خیلی باید شگفت انگیز باشد و مهم باشد که امیرالمومنین تنها وقتی که رضایت مردم و خواست مردم و رأی مردم بود این حکومت را با اینکه از طرف خدا اعلام شده بود که اون شایسته این است حضیره و فرمود نولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذن لا علم علماء لا یقار و علا قزت ظالم و سرق مظلوب لالقیت و حبلها علا غاربها و لسقیت و آخرها به کأس اولها. اگر حضور به مردم نبود و مردم نمیخواستن و نیز مردم با رأی و حضور خودشون اعلام پشتیبانی نکرده بودن و البته اگر نبود که عالمان عهدی با خدا دارند که باید در برابر ستم ستمگر و مظلومیت مظلوم آرام ننشینند، من در آخر کار یعنی امروز همان کار میکردم که در اول کار کردم و افسار شکر خلافت را بر گردن اون میانداختم و رها میکردم. این علی ابن ابی طالب است. یا وضعیتی که در حکومت ایشان بود، مسئله عدالت علی، عدالت علی عدالت فقط اقتصادی نیست، عدالت جامعه است و مهمترین وجه عدالت ادای حق حرمت و آزادی انسان است و حرمتی که برای انسان قائل است و آزادی که دارد حتی اگر مخالف او باشد. یک نکته بسیار مهمی که وجود دارد اخلاقی بودن سیاست امیرالمومنین است. امروز مسئله نسبت میان اخلاق و سیاست و اخلاق و حکومت بسیار مطرح میشه، به خصوص گرچه همیشه در عمل جز در برهای کوتاهی از تاریخ همیشه سیاست ضد اخلاق بوده یا اخلاق در پیشگاه سیاست قدرت پایمار شده است، چه به صورت حکومت‌های مستبد و دیکتاتور که بد اخلاق‌ترین حکومت‌های عالمند و چه به صورت‌های دیگری حتی در نظام‌های دموکراتیک. اون چی که کمتر مورد توجه است اخلاق هست و به خصوص بعد از تئوریزه شدن نظریه این که قدرت یعنی سیاست یعنی کسب، حفظ و بسط قدرت و همه چیز در اختیار کسب و بسط و حفظ قدرت هست و اخلاق هم معنا ندارد مگر اینکه در مسیر حفظ قدرت باشد. به این نظریه معروف ماکیاولی است که خب کمابیش شنیدیست، حالا شرایط خاصی که در ایتالیا بود ایشون مطرح کرد، ولی عملا بنیان و بنیاد سیاست در دنیای امروز و دنیای مدرن این شد که به هر حال قدرت، حالا یا قدرت مردم یا قدرت یک گروه یا قدرت یک فرد باید کسب بشود و حفظ بشود و به خصوص در دنیای امروز حالا در نظام‌های وابسته دیکتاتور استبدادی که معلوم است که جایگاه اخلاق چیست، در عرصه بین المللی و خصوص با حضور و ظهور قدرت‌های جهانی می‌بینیم که چقدر اخلاق غریب و تنهاست و چگونه اخلاق در خدمت سیاست قربانی می‌شود. من نمی‌خوام بحث بکنم که اصلا ماهیت اخلاق چیست، اصلا به لحاظ وجود شناختی معرفت شناختی اخلاق یعنی چی، چگونه است، اینها بحث‌هایی است که در جای دیگر باید مطرح بشود. اجمالاً هممون به ارتکاز و فطرت خودمون می‌توانیم درک بکنیم که اخلاق چیست و چگونه میتوان اخلاق را با سیاست تلفیق کرد. یکی دو تا نمونه از زندگی امیرالمومنین یعنی حکومت امیرالمومنین میگم و ختم میکنم. بس وقتی که مردم خواستن به قدرت رسید، بعضی ها پیشنهاد کردن که فعلا بعضی از این حکومت هایی که در دوره قبلی بودن گرچه انحرافاتی دارن با توجه به زمینه‌ای که دارن در آغاز کار دست به ترکیب اینا نزد و بگذاره که اینا باشن، حالا مستقر بشه حکومتش تو بعد ببینیم چی بونه میشه. امیرالمومنین گفت نه، اتفاقا من باید این اولین گام آنجا که ناروایی و ستم است با اون برخورد بکنم و این تعبیر بلند را داشت
که اطلب النصر بالجور از من میخوایی که پیروزی و قدرت رو با ستمگری کردن یا تندادن به ستم و امضا کردن ستم به کرد به دست بیارم؟ علی و کسب قدرت با ستم یا سقوط در برابر ستم یا تندادن به ستم؟ هرگز. به علی گفتن که تو سیاستمدار نیستی، سیاست نداری، بعضی جاها اون صداقت تو و پاکی تو و راستی تو سبب میشه که ضربه هایی به قدرت تو بخوره. این جواب بلند را داد که لولا تقوا لکنت ادهم الناس، اگر تقوا که بزرگترین پایه و مایه اخلاق است، اگر تقوا نبود و من خود را مکلف به رعایت تقوا نمی‌دانستم، زیرکترین و سیاستمدارترین سیاستمدار عالم بودم. یعنی اون زرنگی و شیطنت را امیرالمومنین سیاست نمی‌دونه و اون رو قربانی اخلاق نمی‌کنه. یا وقتی که در جنگ های جایی دیگه به دشمنان خونی او بعضی ها اهانت میکردن، بدگویی میکردن، حضرت مهم میکرد، میگفت را تکنون سباقی دشنام ندهید. حالا دشنام دادن که بعد از و اگر تهمت و افترا و تشویب کسی را که نمیپسندیم باشد بدتر است، اگر اینها را به نام انقلاب، به نام علی، به نام اسلام بگیم دیگه باز هم بدتر میشه. یا عدالت علی که شاه بیت زندگی اجتماعی امیرالمومنین، فردی امیرالمومنین است و خود عدالت هم از پایه‌های بزرگ اخلاق و مصادیق بزرگ اخلاق است، همتون شنیدید. و این عدالت اختصاص به مسلمانان و دوستان خودش نداشت. هر کس که در زیل و ذل حکومت علی زندگی میکرد یا هر انسانی در هر کجا بود، او مشمول عدالت امیرالمومنین بود. از این جهت نه تنها نبایست به انسانهایی که در وقت جامعه هستن، مسلمانها، کسایی که در جنگ ها بودن، سوابق درخشانی دارن، مورد اعانت قرار بگیرن و مورد ستم قرار بگیرن، هیچ انسان نباید مورد ستم قرار بگیره. وقتی شنید که در یکی از روستاهای مرزی یه دختر یهودی بهش ستم شده و اون پای افزار و اون پای برنجن یا اون خلخال را از پاش به ستم کشیدن، براشوف و گفت اگر انسان به خاطر این ستمی که رفته است در جهان اسلام از غصه بمیرد، نباید او را ملامت کرد. یا اون داستان بزرگ جنگ صفین که معاویه آمد و میان او و اون شریعه فرات حائل شد و جلوی آب را گرفت، امیرالمومنین حمله کردند، آب رو گرفتن، پیشنهاد کردند دوستان که معامل مصر بشود، حالا که اونا این کار کردن، شما نگذاریم اینا از آب استفاده بکنن و امیرالمومنین زیر بار نرفت، خب من هرگز این کار نمی کنم. من در اینجا همون چند بیتی رو که برادر فرزانه و هنرمند من جناب آقای سایل محمودی در سال گذشته از شهریار خوندن، هم برای یاد شهریار، هم برای به اصطلاح یادآوری کردن این عظمت اخلاقی امیرالمومنین، این چند شعر به شعر رو میخونم و به سخنان خودم خاتمه میدم. میگه که شنیدم آب به جنگ اندرون معاویه بست، به روی شاه ولایت چرا که بود خصم. علی به حمله گرفت تاب و باز کرد سبیل، چرا که او کس هر بی کس است و دارست. سه بار دست به دست آمد آب و در هر بار علی چنین هنری کرد و او چنین هوسی. فزو گفت که ارفاق تا بدین حد بس، که بی حیایی دشمن ز حد گذشت بسی. جواب داد که ما جنگ بهر آن داریم که آب و نام که نام آب نبندد کسی به روی کسی. غلام همت آن پادشاه کون و مکان، که بی رضای الهی نمی زند نفسی. شاد و پیروز و سرفراز.